اگر دچار غرور بشیم، دچار عجب و خودشگفتی بشیم، به زمین خواهیم خورد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در آغاز 23 سالگرد رهبری خود و البته سالگرد فوت آیت الله خمینی بر مزار او هشدار می‌دهد. اگر ما مسئولان کشور دچار خودمحوری بشیم، دچار تکبر بشیم، دچار خودشگفتی بشیم، تو دهنی خواهیم خورد. تهدیدی غیر مستقیم. برخی چون سایت تحلیلی دیگربان میگویند اشارهش به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است. از فروردین سال گذشته اختلاف آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد به رسانه ها رسید. اصرار احمدی نژاد بر عزل وزیر اطلاعات واکنش رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت. بعد هم که رئیس دولت 11 روز خانه نشین شد. خب از نظر ما مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است. روشن برای ما کاملا که حرکت سیاسی است. بعد از خانه نشینی احمدی نژاد اصولگرایان حامی او به دو گروه تقسیم شدند. منتقدان دولت که اغلب به رهبر جمهوری اسلامی نزدیکند و نزدیکان دولت. منتقدان دولت میگویند حمایت رهبر جمهوری اسلامی از احمدی نژاد بعد از انتخابات جنجالی سال 88 موجب غرور و تکبر او شده. یکی از این منتقدان سایت رجا نیوز از حامیان سنتی احمدی نژاد در انتخابات سال 88 نوشته احمدی نژاد بعد از انتخابات 88 مغرور شد. جمهور محترم می‌خواهند خصوصاً این چهره علی مطهری مدت‌هاست از احمدی نژاد انتقاد می‌کند. او هم که دل پری از حامیان احمدی نژاد در مجلس دارد گفته که امثال حسینیان احمدی نژاد را مغرور کردند. روح الله حسینیان و حمید رسایی دو روحانی حامی احمدی نژاد هستند که در مجلس حضور دارند. آجیتاتورها و شعبان بی‌مخاص در مجلس توسط یکی دو نفر که خیلی کوچک و ریز هم هستن میتونه فضای مجلس رو آلوده بکنه. اکبر علمی نماینده سابق مجلس که مدت هاست از سیاست کنار گذاشته شده. یک سال پیش در وبلاگ شخصیش احمدی نژاد را فردی خودشیفته و مغرور معرفی کرده بود. انتقادات از دولت در ماه‌های اخیر افزایش یافته، به طوری که قوه قضاییه و مجلس صراحتاً از عملکرد محمود احمدی نژاد و برخی اعضای دولت او انتقاد دارند. با اینکه اختیار عزل رئیس جمهوری از طریق مجلس و قوه قضاییه وجود دارد، اما برخی اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای به طور ضمنی اعلام کردند رهبر جمهوری اسلامی مایل است احمدی نژاد سال آخر ریاست جمهوریش را بدون چالش عمده ای به پایان برساند. محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر از هر فرصتی برای انتقاد از مخالفان خود استفاده کرده است. آخرین آن نشست با نمایندگان جدید مجلس. قدرت دیگه، فرصت. آقا میتونیم حرف بزنیم، بازار رو به هم بریزیم. دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بعد از انتخابات سال آینده در مرداد ماه سال 92 به پایان میرسد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.